بحث رو با مورد اول امنیت و مفاسد اجتماعی آغاز میکنیم. نظری پردازان اجتماعی امنیت رو بر دموکراسی و اقتصاد مقدم میدونن و رابطه مستقیمی بین امنیت و شیوع مفاسد اجتماعی نظیر مصرف مواد مخدر، فحشا و زورگویی برقرار میکنن. به نظر شما شرکت یا عدم شرکت در انتخابات چه تأثیر بر امنیت و شیوع مفاسد اجتماعی خواهد داشت؟ آقای واحدی با شما آغاز میکنیم و شما 2 دقیقه فرصت دارید که بحث رو شروع بکنید. به نام خدا، سلام به شما، به کسانی که الان مستقیم برنامه رو میبینن، آقای نووی، و انشاءالله که بحث خوبی داشته باشیم و مفید. من تصور میکنم که شاید بیشتر کسانی که موافق شرکت در انتخابات هستن بایستی این مسئله رو مطرح کنن، چون من که به طور کلی حالا تو قسمت بعدی بحث ادامه خواهم داد، یه موضوع کلی دارم، اما به نظر من به خصوص با تحولاتی که در این 1-2 سال اتفاق افتاده، رئیس جمهور هر کس باشه، یعنی از مرحله انتخابات رد بشیم، فرض کنیم انتخابات برگزار شد، رئیس جمهور انتخاب شد، چه اصلاح طرف، چه اصولگرا، چه دیکتاتور، چه دموکرات، به طور کلی رئیس جمهور در این حوزه‌ای که شما گفتید اختیارش بسیار کم، اگر نگم صفر هست. یعنی ببینید، بحث شما امنیت مربوط به نیروی انتظامی کشوره که رئیس جمهور تسلطی برش نداره. حتما مباحثاتی که به خصوص در 1-2 ماه اخیر بین آقای احمدی مقدم و آقای احمدی نژاد در گرفته و تمسخرهایی در واقع که احمدی مقدم نسبت به احمدی نژاد کرده، نشون میده حتی کسی که یک روزی خیلی مورد توجه آقای خامنه‌ای بوده، الان تسلطی بر نیروی انتظامی که مسئول امنیت کشور به یک معنا هست، یا بر اساس حالا هم سیاست‌های خود نیروی انتظامی، هم دستورات قضایی و بعضن مسئول مقابله مفاسد هست، اصلا رئیس جمهور تسلطی برش نداره. یعنی به نظر من این که ما بگیم حالا شرکت در انتخابات چه تأثیری برای موضوع داره، یه مقدار رفت دادنش مشکله، اما قبول دارم اگر یک رئیس جمهور شجاعی در اونجا مستقر باشه میتونه بعدن مخالفت کنه. اما در همین دوره دیدیم احمدی نژاد، من که معتقدم کار تبلیغاتی بود، چند بار با بعضی از حرکات نیروی انتظامی در مورد موضوع بدحجابی به قول خودشون مخالفت کرد، نیروی انتظامی نه تنها جواب نداد بلکه به یک نحوی من عرض من تمسخر کرد رئیس جمهور. به همین جهت نظر من وارد این بحث شدن، یه مقدار باید لینکش رو پیدا کنیم، از کجا میخوایم رفت بریم، اصلا اصل رئیس جمهور رو، حالا چه شرکت در انتخابات باشه چه نباشه، رئیس جمهور رو چه منصوب بشه چه انتخاب بشه. من 2 دقیقه دارم. آقای نووی بفرمایید، شما 2 دقیقه شما شروع شد. ببینید، ما وقتی در راجب امنیت و مفاسد اجتماعی به شکل شما فرمودید صحبت میکنیم، منظورمون عمدتا موضوع اسم آسیب‌های اجتماعی، یعنی که آسیب‌های اجتماعی شامل میشه یک سری جرائم جنسی که حالا مثل فحش، انواع مختلف فحشا، مواد مخدر و عواقبش، و جرائم اجتماعی که حالا مثلا میشه ضرب و شتم، تجاوز به عنف و زورگیری یا درگیری های خیابانی و اینها. اینا معمولا چند تا دلیلی داره. یک دلیل مهمش به اصطلاح بیهنجاری جامعه است، یعنی وقتی جامعه دچار بحران تصمیم گیری میشه، میرسه به این شرایط، یعنی دقیقا شرایط که الان تو دوره آقای احمدی نژاد وجود داره. و دوم این که وقتی اقتدار در کشور از بین میره، که اقتدار وقتی از بین میره، وقتی یه موضوع این نیست که دموکراسی هست یا نیست، ناامنی باعث ویرانی همه چیز میشه، از جمله اخلاق عمومی که در طول 2 سال گذشته به شدت رو به ویرانی بیشتری گذاشته. به نظر من انتخاب یک رئیس جمهور اصلاح طلب یا حتی انتخاب یک رئیس جمهور اصولگرای منطقی در هر حال کمک خواهد کرد به کاهش میزان آسیب‌های اجتماعی و جلوی روند بسیار مخرب افزایش آسیب‌های اجتماعی که تمام شاخصاش در طول سالهای گذشته افزایش داشته میتونه بگیره و این رو در یک جای متوقف کنه. ادامه این روند منجر میشه به ویرانی شدید وضعیت اجتماعی. خب آقای واحدی، شما در جواب به آقای نووی چیز دارید که اضافه بکنید؟
ببینید آسیب‌های اجتماعی که شون اشاره کردن که درست هم هست یک مسئله تک بعدی نیست. عدم اشتغال، وضعیت بد اقتصادی، بی اخلاقی هایی که در عرصه سیاسی اتفاق میفته بین سیاستمداران و بین کسانی که حتی مناظره های انتخاباتی میکنن و غیره، اینها همش میتونه میزان آسیب های اجتماعی رو اضافه بکنه که من معتقدم وقتی بریم تو قسمت جلوتر عرض میکنم. به نظر من انتخاب رئیس جمهور هر کس باشه در شرایط فعلی به اقتصاد کشور خیلی کمک نخواهد کرد، اینو توضیح خواهم داد. مسئله دیگه اینه که درسته که در سالهای اخیر آمارهایی که ارائه میشه که البته بعضا میتونه مورد تردید هم واقع بشه نشان داره از اینکه ما در به صورت کلی در آسیب‌های اجتماعی افزایش داشتیم، اما این الزاماً به حوزه رئیس جمهور بر نمیگرده. بخش عمدهش برمیگرده به حوزه هایی که خارج از اختیار رئیس جمهور است. من عرض میکنم قوه قضاییه، شما میدونید ما در سالهای اخیر چه در زمان آقای خاتمی چه در زمان آقای احمدی نژاد، در زمان آقای خاتمی خانم مرحوم زهرا بنی یعقوب رو داشتیم که نیروی انتظامی بسیجشون رو دستگیر کرد، به بهانه واهی برد در زندان و مرحومش جوری کشته شد. یعنی بخش عمدهش برمیگرده به عملکرد نیروهای نظامی امنیتی انتظامی که من با تأکید میکنم اگر به لحاظ عملکردی بخوایم نگاه کنیم در حوزه اختیار رئیس جمهور نیست. اگر بخوایم ریشه یابی کنیم بعضی از مفاسد اجتماعی رو، مواد مخدر رو، بیکاری رو یا بعضی از مسائل دیگر رو، اون هم خیلی قرار نمیگیره. من عرض میکنم موضوع این نیست که رئیس جمهور نقشی نداره، اما ما یادمون نره در مورد مشارکت در انتخابات صحبت میکنیم که مشارکت در انتخابات چه تأثیری بر مفاسد اجتماعی داره، چه تأثیری بر امنیت اجتماعی داره. من اعتقاد دارم از همون حوزه‌ای که آقای نبوی وارد شدن بخش از بی اخلاقی اتفاقا در این دوره وقتی وارد الان بحث انتخابات مطرح می‌کنیم، بزرگترین نمونه بی اخلاقی فحاشی‌های حسین شهید مدنی در کیهان پریروز. خب این الزاما اگه ما شرکت در انتخابات رو انتخاب کنیم معنیش نیست که این کارهایی که اخلاق رو در جامعه داره می‌سوزونه از بین میره. یه مقدار به نظرم رو موضوع خود مشارکت متمرکز شیم بهتر هستش. آقای نبوی شما بفهم. ببین ما دو تا مسئله این وسط وجود داره. یکی این است که ما در هر حال در گفتگومون داریم تأثیر آسیب‌های اجتماعی و تأثیر رابطه آسیب‌های اجتماعی و مشارکت یا عدم مشارکت رو بررسی میکنیم. این موضوع هم مشخص شده. بنابراین اینکه ما راجع به این موضوع بحث بکنیم یا نکنیم، این باید قبل از این گفتگو انجام میگرفت که آقای واحدی تاکید میفرمایند. از نظر من خب به هر حال که این بحث مشخص شده باید همین رو ادامه بدیم و بریم جلو و بگیم. ببینید دو تا مسئله وجود داره. یکی این است که آیا من مثلا با یه سری تمثیلاتی میام میگم که بی اخلاقی های مثلا آقای شریعت مداری چه نقشی داره در وضعیت آسیب‌های اجتماعی. آسیب‌های اجتماعی مسئله ساده سیاسی نیست که ما همینجوری با هر چیزی مربوطش بکنیم و نتیجه بگیریم. آسیب‌های اجتماعی یا ناشی این که گفتم بیهنجاری یک پدیده است که اگر در دو دوره زندگی اجتماعی در فاصله کوتاه آداب و اخلاق اجتماع عوض بشه جامعه دچار بیهنجاری میشه، یعنی رفتارهای قبلی خودش رو از دست میده، رفتارهای جدید رو هم نمیگیره، میشه مثل لهستان فعلی، مثل بلغارستان فعلی و اصولا تمام سیستم اخلاقیش فرو میپاشه. نکته دیگه مسائل اقتصادی است که جناب آقای واحدی به درستی بهش اشاره کردن، یعنی و نکته سوم مسئله پلیسه. ببین اینجا مسئله این است که آیا رئیس جمهور با پلیس میتواند سازگار باشد و این سیستم سیستمی خواهد بود که مثلا پلیس اقتدار داشته باشه. اگر داشته باشه خب میتونه تا حد زیادی این آسیب ها رو کنترل بکنه و جلو اینها رو بگیره، وگرنه نمیتونه. خب قسمت معمولا هر بخش 6 تا قسمت داره، هر نفر اول شروع میکنه، نفر دوم جواب میده، نفر اول باز یک ادامه میده بحث و نفر دوم باز جواب میده. بخش آخرش رو من سعی میکنم از خلاصه حرفایی که زده شده سوال بکنم که سوال مشخص باشه. آقای واحدی، خب عدم شرکت در انتخابات بالاخره همون گزینه های موجود رو که حالا بد و بدتر هم باشه از مردم خواهد گرفت و خب بالاخره این میتونه تأثیر بذاره روی وضع اجتماعی مملکت. حالا ممکنه بالاخره مردم یک دو تا گزینه دارن میگیرن، هرچند بعد
اینکه اون گزینه رو ازشون بگیریم میتونه خب به وضع اجتماعی هم لطمه بزنه، به فسادهای اجتماعی رو فسادهای اجتماعی رو زیاد کنه. این رو چجور جواب میدین که خب این گزینه رو هم شما میخواید از مردم بگیرید؟ ببینید، من اینکه گفتم باید بحث رو مشخص بکنیم، ما داریم بحث میکنیم در موردی که مشارکت در انتخابات بر هنجار مردم اثر داره، بر مفاصل اثر داره، یا رئیس جمهور منتخب. اینو اگر تفکیک کنیم مشخص بشه. به نظر من الان یک خلط مبحث شد. ما داریم میگیم در دو دوره احمدی نژاد به دلیل شرایطی که بر کشور حاکم بوده بسیاری از رفتارهای بد نهادینه شده، بسیار از هنجارها تغییر کرده یا هنجارهای خوب از بین رفته، ما میخوایم جایگزینش بکنیم. اصل مشارکت در انتخاب به نظر من نمیتونه، همونطور که ایشون گفتن، در یک دوره دو ماهه انتخابات چیزی رو عوض نمیکنه، نه هنجار مردم رو بد میکنه نه خوب میکنه. ما نتیجه انتخابات رو میخوایم بگیم. به همین جهت من عرض کردم حالا اگر فرض کنیم رئیس جمهور انتخاب شد، باید روی متمرکز شیم اون رئیس جمهور تا چه حدی اختیار داره، چه حد قدرت داره که بره به مقابله با این حال، بره به پلیس اقتدار مثبت بده یا بره به پلیس در واقع گردن کلفتی پلیس رو تحمل بکنه. از این جنبه دارم عرض می‌کنم. به نظر میاد ما فرض رو بر این گذاشتیم که یک انتخابات آزادی در ایران برگزار میشه. سوال شما معطوف به اینه که ما این گزینه رو از مردم نگیریم، مردم بین بد و بدتر حداقل برن بد رو انتخاب بکنن، نه اگر انتخابات باشه مردم خوب رو انتخاب میکنن. اما اینکه ما بگیم که ما این گزینه رو از مردم نگیریم، یعنی شما فرض رو بر این گذاشتید یک انتخاباتی برگزار خواهد شد، مردم اختیار دارن از بین دو گزینه یکی رو انتخاب بکنن، من رو این اصل بحث دارم. و بحث دوم هم عرضم همینه، اصلا موضوع مشارکت نیست. مشارکت نتیجه مشارکته که بر این دغدغه‌ای که همه ما داریم، آقای نووی دارن، من و شما هم و همه دارن، اصلا میذاره. به نظر من در مورد نتیجه انتخابات اگه می‌خوایم صحبت کنیم، بایستی اون بحث سوال دوم مطرح کنیم. اون کسی که منتخب این انتخابات خواهد بود، به فرض اینکه منتخب مردم که گزینه حالا بین بد و بدتر یا بین خوب و بد انتخاب کردن، تا چه حدی بر این دغدغه‌هایی که ما داریم اشراف داره و می‌تونه حلش بکنه. من گمانم اینه که با شرایطی که در این دو به خصوص تو این چند ماه اخیر دیدیم، رئیس جمهور هر کس باشه، بدون اراده رهبر نمیتونه نه کار مثبت انجام بده نه کار منفی. رو اینه که من تاکید دارم که مشارکت در انتخاب به خودی خود تأثیر در این موضوع نخواهد داشت و حتی میتونه به منفی هم باشه که من بعد توضیح میدم. خب آقای نووی شما بفرمایید در مورد همین بحث که آقای وایدی کردن. شما گفتید که از من سوالی میکنید. اگه میخواید سوال ازتون بکنم به طور مشخص نکنید. نه بذارید از شما هم یه سوال خیلی مشخص بکنم. آقای نووی فرض کنید از دوباره انتخابات برگزار بشه، حالا دو تا گزینه، شما تمام اصلاحاتون برای این مبنا بود که در 8 سال گذشته، حالا در 4 سال گذشته به تو مشخص وضع خیلی بدتر شده به دلیل ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد. خب حالا اگر انتخاباتی برگزار بشه و دو تا گزینه باشه که گزینه بهترش یه آدمی باشه که مثل آقای احمدی نژاد باشه و خب مردم برن در واقع حتی اون گزینه‌ای که به جای بین اون گزینه بد و بدتر حتی بد رو انتخاب بکنن و یک آدمی مثل آقای احمدی نژاد بیاد، خب همین قضیه تکرار خواهد شد. خب شما چه امیدی دارین که اتفاق دوباره نیفته؟ خب من در انتخاباتی که گزینه خوبش آقای احمدی نژاد باشه مگر دیوانه هستم شرکت کنم؟ دوست من بنده در صورتی در انتخاباتی که انتخابات شرکت میکنم که فکر کنم یک گزینه بهتری وجود داره. الان با این فرض که فردی مثل آقای خاتمی ممکن است که بیاید، از نظر من وارد انتخابات بشود و تایید صلاحیت بشود و رأی بگیره، در این صورت و با شرایطی شبیه این من دلم میخواد که در انتخابات شرکت بکنیم، یک دولتی مثل دولت آقای خاتمی بیاد. آدم مثل آقای خاتمی اولین اثرش این خواهد بود که امید اجتماعی ایجاد میکنه. وقتی امید اجتماعی ایجاد شد، خود این امید اجتماعی بسیاری از امکانهای توسعه آسیب‌های اجتماعی رو از بین میبره. امید اجتماعی خودش رو مواد مخدر تاثیر میگذاره، روی جرائم تاثیر میگذاره و روی میزان فحشا و به اصطلاح گرایش جرائم جنسی تاثیر میگذاره. هرچه که وضعیت به طرف آنارشیست، به طرف ماجراجویی، به طرف وضعیت سرکوبگری بره، مثل وضعیتی که آقای احمدی نژاد در این 4 سال دوم به خصوص داشتن، البته در 4 سال اول هم داشتن و
آسیب‌های اجتماعی گسترش پیدا میکنه و تمام شاخصهاش به وضعیت بسیار بدی میرسه که در حال حاضر عملا همین شاخصها تبدیل داره میشه به اینکه مافیای جرم و جنایت، مافیای رشوه و ارتشا و اینها به تدریج دارن دولت رو تسخیر میکنن و این روند بسیار خطرناکیه. من به این دلایل معتقدم که مشارکت در انتخابات تاثیر مستقیم میداره در کاهش آسیب‌های اجتماعی. خب خیلی ممنون. من در واقع شاید برای اینکه خلاصه کنم، تنها چیزی که واقعا یاد گرفتم از نکاتی که آقای نووی گفتن، واقعا برداشتم اینه که آقای نووی یک در واقع پیش شرطی دارن برای این مشارکتشون و این پیش شرط این هست که خب یک فرد اصلاح طلبی در انتخابات حداقل یک گزینه وجود داشته باشه، گزینه اصلاح طلب، مگر نه اگر گزینه ها گزینه باشه که فرد بهترش حتی کسی مثل آقای احمدی نژاد باشه، آقای نووی مردم رو به مشارکت دعوت نمی کنن. درست میگم آقای نووی؟ بله. خب بسیار